کاربران رسانه‌های اجتماعی هم واکنش‌های بسیاری داشتن به دیدار اولیانوف و رابرت مالی که اینجا در استودیو نوشین خاری با ما همراه شده تا از این واکنش‌ها بیشتر بگیم. پریسا، همونطور که تو هم اشاره کردی، کاربرها از این عکس این برداشت رو کردند که چرا نماینده روسیه باید با رابرت مالی بشینه رایزنی کنه و پای مذاکره باشه. کاربرها معتقدند که روسیه نمیتونه مدافع منافع ایران باشه و این رو همینطور که تو گفتی یک تحقیر قلمداد کردن. من یک بخشی از این واکنش ها رو اینجا مرور میکنم. انتشار تصاویر دیدار میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا، در مذاکرات احیای برجام که در اون نماینده ای از ایران حضور نداشته، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم به همراه داشته. کاربران انتشار این تصویر رو نمادی از تحقیر دیپلماتیک ایران توصیف کردند. تیاکو حسینی نوشته روسیه و نماینده اون اولیانوف ستاره این سلسله از مذاکرات، ابتدا با نطق‌های آتشین در دفاع از مواضع ایران ظاهر میشه و درست همون موقع که اعتماد مذاکره کنندگان رو به پشتیبانی مسکو جلب کرده، ناگهان اونها رو وسط اقیانوس به حال خود رها میکنه. کاربری نوشته در مذاکرات 92 از ژنو تا لوزان، ظریف و تصویرش به عنوان نماینده و مدافع منافع ملت ایران در سرخط خبرهای رسانه‌های دنیا بود. در مذاکرات 1400 اولیانوف نماینده روسیه ستاره مذاکراتی است که حیات و سرنوشت یک ملت و کشور به نام ایران به اون گره خورده. این کاربر میپرسه حرف از دیپلماسی عزت میزنین؟ کاربری نوشته اوج حقارت یک کشور اینه که خودش توان مذاکره نداره و نماینده روسیه از طرف ایران در مذاکرات شرکت میکنه. همچنین در این مذاکره اولیانوف برای مناقشه روسیه با اوکراین فرصت پیدا کرده تا مستقیما امتیاز بگیره و از جیب ایران امتیاز بده. فرزانه روستایی میگه این عکس رو فراموش نکنین. معامله بر سر ایران بین رابرت مالی نماینده آمریکا و میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در وین. تنها مشکل توافق بر سر قیمته. نماینده روسیه میگه فقط بیت علی خامنه ای با ستاد اجرای فرمان امام بیش از 200 میلیارد دلار میارزه. یک کاربر هم با طنز و کنایه میگه یکی نوشته بود اولیانوف برای باقری پلی‌استیشن گرفته تا وقتی خودش با آمریکایی‌ها مذاکره میکنه حوصله باقری سر نره. احتمالاً وقتی که باقری از پیشرفت مذاکرات میگفت منظورش همین خرید پلی‌استیشن بود. یکی از کاربرها این عکس رو منتشر کرده و در کنار عکس اولیانوف و ملی گذاشته و با هم مقایسه میکنه. این کاربر میگه این دو عکس راهیه که اومدیم. اولی روزولت و چرچیل و استالین در کنفرانس تهران بدون اطلاع شاه و دومی ملی و اولیانوف مذاکره کننده روس و آمریکا در وین. چرا روس و آمریکا؟ چون هیئت ایرانی تیم آمریکا رو به دلیل خروج از برجام از اتاق مذاکره بیرون کرد. این کاربر میگه چه راه زیادی اومدیم در اوج عزت و اقتدار. داوود حشمتی با انتشار عکس ظریف در مذاکرات پیشین و عکس مذاکرات فعلی میگه قاب اول رو تخریب کردن تا قاب دوم شکل بگیره. یک سال قبل نوشتم که روسیه و عوامل داخلیشون توافقی رو میخوان که خودشون واسطه اون باشن و در نهایت هم کاربری با تنه نوشت گفتن زبون نمیفهمین، برین اولیاتون رو بیارین. اینها هم رفتند اولیانوف رو آوردن. این کاربر در آخر میگه شما یه بار تو تاریخ نشون بده روسیه قدمی برای منافع ما برداشته. در ادامه این بخش برمیگردم به پریسا. ممنونم از تو نوشین خانی، همکارم اینجا در استودیو با ما همراه بود با بررسی رسانه‌های اجتماعی.